اولا به شما بگویم اجل مقدر است، با جبه رفتن نیست. اگر عمر من بنا بوده در جوانی سر بیاد، جبه هم نرم در تصادف کشته میشم، سکته میکنم میمیرم، سرطان میگیرم میمیرم. مگه قرآن کریم نمیفرماید اذا جا اجلهم، وقتی اجل برسد تأخیر ندارد، تقدیمم ندارد. اجل هر کسی رو خدا معلوم کرده و پیش خدا تقدیر الهی ثانیه اجل مشخصه. شما چرا نمیگذاری من جبهه برم که اگر اجلم در جبهه سر آمد هم برای تو افتخاره، هم من مرگ خونین دارم پیش خدا مدال میگیرم، اما اگر پشت جبهه بمیرم افتخاری ندارم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمودند لألف ضربة بالسيف احب الی من ان اموت، من اگر هزار ضربه شمشیر بر بدنم بزنن برام محبوبتر از این که در بستر بمیرم. علی مرد عرشیست، او میخواد مرگش مرگ سرخ باشه، مرگش مرگ عزت باشه، مرگش مرگ حیات باشه. اینا مرگ را از بین بردن، مرگ را ذبح کردن با این شهادت طلبیشون. این نکته اول که بسیار نکته منطقی قرآنی مذهبی بود گفت. نکته دوم گفت پدر برای تو مال خیلی عزیزه یا فرزند؟ روشنه که فرزند برای تو عزیزتر از ماله. خدا میگه اونی که عزیزتره از او بگذر. لن تنال البر حتا تون به قومه ما تخبون. حضرت زینب سلام الله علیها این ایثارش، ملت ما، مردم عزیز ما، انقلابشون با ایثار به پیروزی رسیده. دفاع مقدس 8 سال و نیمشون که شرق و غرب به جنگ ایران آمد، این جنگ خانمان سوز جهانی را ملت ایران با روحیه حضرت زینب که روحیه ایثار بود با افتخار به پایان رسوندن. امروز هم مردم ما مردم ایثارند. در مسئله هستگی مردم حاضر نیستند به خاطر رفاه زندگیشون عزتشون را از دست بدن، شرافتشون را از دست بدن، تمدنشون را از دست بدن، در حالی که اون هم عملی نمی شود. یعنی اگر ما هسته‌ای را بدهیم، امریکا به ما رفاه نخواهد داد، به ما زندگی نخواهد داد. وقتی از ما ضعف دید بقیه چیزامونم از ما میگیره و ما را به خاک سیاه خواهد نشوند. اونی به عزت میرسد که بگذرد، از رفاه بگذرد، از جوان بگذرد، از جان بگذرد، از آبرو مایه بگذارد. این عالم عالمی است که ما اومدیم در این صحنه ها خودمون را با ایثار به خداوند منان برسانیم. نکته دیگری که در وجود حضرت زینب سلام الله علیها هست، ولایت مداری حضرت زینب و معرفت به امام حسین علیه السلام بود. حضرت زینب از دوران کودکی ارتباط خاصی با امام حسین دارد. علامت مؤمن این است که مؤمن یک سوز مرموزی نسبت به حسین در دلش دارد. ان للحسین علیه السلام حرارتا مکنونتا فی قلوب المؤمنین. این حدیث شریف میگوید شاخص ایمان، محک ایمان، عشق به امام حسین علیه السلام است. هر که مؤمن تر است سینه پرسوزتری نسبت به حضرت امام حسین علیه السلام دارند. لذا علاقه به امام حسین از دیدگاه پیغمبر خدا امتیاز است. نقل میکنن که نبی مکرم اسلام در اثر مهربانی که با همه مردم داشت خصوصا به بچه ها محبت میکرد. این هم برای پدران تذکر است، هم برای مادران
و هم برای همه بزرگترها، التلطف به سبیان من اخلاق الانبیا، کودک نوازی، محبت به خردسالان، این شیوه همه پیغمبران بوده. انبیا علیهم السلام ضعیف نواز بودند، کودک ضعیفه و مظهر عاطفه است، زود شکست میخوره، زود میرنجه. هوای کودکان رو باید داشت و باید تا دوره‌های جوانی کودک را زیر بال محبت و نوازش پرورش داد. پیغمبر به همه بچه‌ها محبت می‌ورزید. لذا اگر باقی تشریف می‌بردند، سفری تشریف می‌بردند، بچه‌ها دم دروازه مدینه اجتماع می‌کردند و لحظه شماری می‌کردند پیغمبر تشریف بیاره. تا پیغمبر می‌اومد، یکی دامنش رو می‌گرفت، یکی دستش رو می‌گرفت، یکی می‌پرید از بالای کول پیغمبر بالا می‌رفت. نبی مکرم اسلام هم همه را نوازش می‌کردند. یک روز دیدن جمعی از این کودکان، پیغمبر خدا آمد، اینها دور پیغمبر را مثل پروانه گرفتند و میچرخند دور پیغمبر. در جمع کودکان حضرت رسول یک بچه را جدا کرد، به اون محبت‌های اضافی کرد. گفتند یا رسول الله، این بچه چه داشت که دیگران نداشتند؟ به این محبت خاص کردید. فرمود این همبازی حسین من است و من دیدم با امام حسین که بازی میکنه، منتظر میشه امام حسین قدمش رو برداره، خاک زیر پای حسین من رو برمیداره. این خودش امتیاز یک انسانه. محبت حضرت سید الشهدا پیش خدا برای محب حسین درجه است، رتبه است، مقامه. کودکی که گرایش به امام حسین داره نشانه قماش پاک اوست، ذات پاک اوست. لذا پیغمبر در جمع کودکان، با اینکه پیغمبر همه جا اونچنان با همه محبت داشت، هر کس پیش پیغمبر میرفت بیرون میامد، میگو پیغمبر منو بیشتر از همه دوست میدارد. اما اینجا این ارتباط حسینی این بچه رو تابلو کرده و پیغمبر او رو جدا میکنه. و حضرت زینب کبری سلام الله علیها از دوران شیرخواری، من سند این رو ندیدم ولی از بعض افراد صاحب مطالعه شنیدم، میگه حضرت زینب سلام الله علیها در دوران کودکی بیقراری میکرد و حضرت زهرا بغل گرفت، دیگران بغل گرفتن، فضه بغل گرفت، آرام نشد. امام حسین خونه نبود. به محض اینکه از سید الشهدا قدمش رو در خونه گذاشت، جلو رفت زینب رو بگیره، آرام شد. معلوم شد بیقراری زینب به خاطر نبود امام حسینه و قرار زینب کبری با دیدن جمال امام حسین علیه السلام بود. نه اینکه قرآن کریم فرموده است الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، ذکر الله حضرت زینب کبری امام حسین بود، آینه خدا بود، با دیدن امام حسین یاد خدا می کرد و دلش آرام می گرفت. این مال دوران کودکیشه. و در دوره‌ای که به سن ازدواج رسید، باز من یه نکته ای رو در مسئله ازدواج به خدمت شما برادران و خواهران خودم در مجلس حضرت زینب سلام الله علیها تقدیم می دارم. امام زمان ما ارواح و منصباح و فدا، ایشون در دعای افتتاح جملات امام زمان ماست، از دولب دوربار حضرت صادر شده. انشالله عمری داشته باشیم، یه رمضان دیگری ببینیم و دعای افتتاح در ماه رمضان بخوانیم. اونجا حضرت صاحب شکایت به خدا میکنه، چهار درد رو به عنوان درد به خدا شکوه میکنه. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا و کثرت عدونا و تظاهر الزمان علینا. اینا دردهای حضرت مهدیه. امام زمان قلبش دردمنده، چند درده که درد مزمن شده، آقامون از این دردها میناله.
یکی از دردها ندیدن پیغمبره. آدم پیغمبرش رو نبینه. پیغمبر خدا رحمتن للعالمین است. فراق پیغمبر فاطمه رو میکش. اگر بی بی فاطمه زهرا اون آسیب های بدنی رو نمیدید و مقتول اون اشقیا نمیشد، فراق پیغمبر کافی بود که فاطمه زهرا رو از پادر بیاره. چون محبت به پیغمبر جز وظایف ایمانیه. هرچه محبت شدیدتر باشه وصال را در کنار خودش میطلبد و فراق برای انسان درد میشه. لذا حضرت مهدی فراق پیغمبر رو به عنوان یک درد به پیشگاه خدا میناله. دوم غیبت ولینا. غیبت ولی برای خود ولی هم درد است. امام زمان ما در چاه غیبت گرفتار است. فرزندان یعقوب یوسف خودشون رو تو چاه خاکی انداختن، اما خواجه نصیر طوسی میگوید عدم و همنا، نیامدن حضرت حجت تقصیر ماست. ما درست نشدیم که حضرت بیاد، ما با او همراهی نخواهیم کرد. انشاءالله خوب امتحان بدیم، نایبش رو انشاءالله تکریم بکنیم، اطاعت بکنیم تا این که حضرت ببینن ما وفا داریم، ما اهل کوفه نیستیم. اما علت غیبت حضرت مهدی اموری که گفته شده است، یکیش بیوفایی خود مردمه. حضرت امیر رو مگه سنی ها کشتن؟ مگه یهودی ها کشتن؟ خود ماها بودیم. امام حسین رو کیا کشتن؟ همونا که نامه نوشتن دعوتش کردن، اینا تشیعشون می اومد، گفتن همه چیز داریم رهبر نداریم، و به این عنوان دعوت کردن، آبش هم ندادن، بچه هاش هم آب ندادن، کشتنش. امام زمان هم اگه در بیان ما بود معلوم نبود چه به سرش می آوردیم ما. که از این جهت حضرت حجت ارواح نافدا آمادگی ما را نمی بینن، تشریف نمی آرن. این یکی از جهات غیبت حضرت حجت است. و حضرت از غیبت خودشون که دارن تماشا می کنن، این همه ظلم به شیعه میشه، این همه گرفتاری ها برای شیعه پیش میاد، حضرت حجت خون گریه میکنن. آقای ما خیلی مهربونن، تحمل سختی های شیعیانشون براشون سخته. و غیبت ولینا. سومین چیزی که دل امام مهدی رو به درد میاره قلت عدد شیعیانه. ما عددمون کمه، اون وقت ما جوانامون زن نگیرن، دخترامون شوهر نکنن، تولید مثل نکنیم، قلت عدد داشته باشیم، قلب امام زمان به درد بیاد. این از دردهای حضرت حجت اینه که ماها چرا عددمون کمه. لذا اگر کسی عرق شیعه داشته باشه، عشق به امام زمان داشته باشه، باید در فکر ازدواج جوانهامون باشیم. هم حضرت زهرا سلام الله علیها در 9 سالگی ازدواج کرده، اگه سن ازدواجش 18 سالگی بود که این 4 فرزندی که عالم به برکت اوناست نداشت که، در 9 سالگی ازدواج کرد. امروز در 9 سالگی شاید بچه های ما این استعداد رو ندارن، ولی در اولین فرصت دختر منتظر فارغ التحصیل دانشگاه بشه، شغلم داشته باشه، حقوق بگیرم بشه، بعد میخواد ازدواج بکنه. این ازدواج ازدواج قشنگی نقاعد بود. زنی که استقلال مالی داره تابع شوهرش نقاعد بود، که او برای خودش یه اربابه، اینم برای خودش یه اربابه. اون وقت دیگه قوام نمیگیره، انسجام نمیگیره. خدای متعال نفقه زن رو به عهده شوهر قرار داده و شوهر رو برای بیرون آماده کرده و زن رو برای بچه داری، برای پرورش مرد در خانه منظور فرموده است. این شیوه ی حضرت زهرا و حضرت زینب است. زینب کبرا سلام الله علیها به سن ازدواج رسیده، پسر شهید، اونم چه شهیدی، جعفر طیار فرزندش عبدالله به خواستگاری آمده. امیرالمومنین با دختر بزرگوارشون مشورت کردن، مطرح کردن، دخترم عبدالله پسر عموته، بچه شهیده، آمده به خواستگاری تو. حضرت زینب مظهر حیا بود، در برابر پدر حرف نمی زد.